فصل سوم. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگر آنچه را که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چه اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌هایی که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا این که در حال حاضر خدا جنبه های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج‌هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب‌هایتان ساکن شود و دعا می‌کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از پوری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.